به روایت برخی کاربران افزایش قیمت بنزین مأموریتی بوده که به ابراهیم رئیسی داده شد اما او نتوانست و حال به مسئول پزشکیان واگذار شده. برای مروری بر واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع همکارم افشار سیگارچی در بخش دیگر استودیو با ماست و مروری خواهد داشت بر این واکنش‌ها. افشار راست بشن. بله پیام کاربران باید بگم که از دو منظر به این موضوع واکنش نشون دادن. یکی از این دیدگاه بوده که در ایران هزاران هزار میلیارد داره بودجه عمومی صرف نهادهایی میشه که هیچ منطق و سودی برای کشور یا شهروندان نداره. برخی دیگه هم با همین جمله هیچ منطقی وجود نداره از مسعود پزشکیان از دیگر مسائل جاری در کشور نوشتن. مثل مستر که نوشته اینکه اصولا به عنوان کشور نفتخیز وارد کننده بنزین باشید چی؟ اینکه خودرو رو چند برابر قیمت جهانی بفروشید چی؟ اینکه به ریال درآمد داریم به دلار هزینه میکنیم چی؟ برای اینها منطق وجود داره؟ یا رگایی که گفته هیچ منطقی وجود نداره که یک کشور جزء ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه ولی مردم اون کشور جزء فقیرترین انسانهای دنیا باشن. تنها منطقش بی ارزگی و دزدی مسئولین و حاکمان کشوره. یاروش معمار روزنامه نگارم در پستی در شبکه اجتماعی نوشته کدام عقل سلیم قبول میکند وقتی مملکت پول پرداخت و حقوق بازنشستگان، کارمندان و یارانه دارو و نان ندارد، خرج موشک و جنگ حزب الله لبنان و یمن و معامله باخت باخت با چین و شراکت در جنگ روسیه را پرداخت کند. فقط عقل سلیم شما با قیمت بنزین مشکل دارد. همونطور که اشاره کردم برخی به بودجه‌های میلیاردی و رانت به نهادهای مذهبی و پول‌هایی که حیف و میل میشه اشاره کردم. مثل مهریران که نوشته که اول بودجه‌های چند صد میلیاردی جامعت المصطفی و امثال هم رو حذف کن، بساط مرکب‌های هزاران میلیاردی رو جمع کن، نذار ارز مملکت رو با چمدون ببرن یمن و لبنان و سوریه، گنبد و خشت طلای عراق و برق و گاز مجانیش رو ببند، بعد توجه دانشمندان رو به سوبسید غیر منطقی بنزین جلب کن آقای وزیرالوزرا. یا محمد پارسی که به موارد دیگری اشاره کرده و نوشته با چه منطقی کشوری که 500 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داره، 23 هزار میلیارد تومان بودجه صدا و سیمای اقلیت رو میده، 14 هزار میلیارد تومان به حوزه علمیه، 12 هزار میلیارد تومان هزینه زیرساخت‌های اربعین و 1200 میلیارد برای معاش روحانیون و غیره، منطق فقط برای شمردن لقمه‌های مردمه؟ جمع زیادی هم با نوشتن از مشکلات شهروندان اشاره داشتن که اساساً زندگی روزمره ایرانیان با هیچ منطقی نباید به این صورت می بود. مثل شهابی که محمد شهابی که میگه آیا منطق حکم میکنه هزینه های مردم به دلار باشه و درآمدها به ریال؟ آیا منطق حکم میکنه ماشین با کیفیت خارجی رو با چند برابر قیمت به مردم بفروشید؟ آیا منطق حکم میکنه تورم بالای 40% باشه اما حداقل حقوق کارگر زیر خط فقر مطلق؟ خیلی چیزها رو حکم نمیکنه. آدرس غلط به مردم ندید. احسانم نوشته مشابه داشته با این پرسش، این که خود قیمت خودروی خارجی 3 برابر قیمت واقعیش باشه، قیمت ملک تو ایران با کانادا و آمریکا یکی باشه، خط فرق بالای 30 میلیون تومان باشه و حقوق پایه 7 میلیون. اینها چی؟ اینها منطقیه. و در پایان به نظرات کاربران اشاره کنم که تداوم این سیاست‌ها رو مشابه تنگ‌تر کردن عرصه زندگی برای شهروندان ایرانی می‌خونن. مثل اعظم بهرامی که نوشته یک نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان اینه که هیچ علم اقتصاد و دانشمندان به شما نمیگه آنکه باید برای بنزین نرخ شما رو بپردازه همان است که گندم و دارو و اقلام اساسی دیگر رو هم باید بخره. همان بازنشسته‌ای که شما حقوقش رو ندادید چطور پول بنزین فلان قدر رو بده؟ مگر آنکه پیشفرض شما بر طبقاتی کردن بیش از این دسترسی به خودرو باشه، یعنی یا نان شب یا بنزین ماشین یا دارو یا ماشین شخصی، در واقع ریل گذاری برای تبدیل حق استفاده از خودرو به یک آپشن طبقاتی، چون جمهوری اسلامی دست در جیب مردم کردن بدون دادن خدمات و سرمایه گذاری برای توسعه عادلانه را خوب بلد است. و آخرین نوشته از سیامک فرید است که معتقد پزشکیان زمزمه گران کردن بنزین را آغاز کرد، کاری که رئیسی جرأتش رو نداشت. گران شدن بنزین روی قیمت همه چیز تأثیر میگذاره و حقوقها به ریال و قیمت اجناسها به دلار. عملا مردم در این شرایط در بنبست قرار میگیرند. برای عبور از بنبست یک راه بیشتر نیست، خراب کردن دیوار. بگرد تا بگردیم.